چه طوفانی؟ ماستو مثلا میخواستم بریزم رو برنج، تو این غذای انقدر خوش خوشمزه است که دارم میخورم. خب با اما خب یه ذره به این برسیم دیگه، از خودم تعدیق درست کردم. وافر این توفاله رو بزن در محکم ببندم به در. این غذایی که من پریشب درست کردم انقدرم خوشمزه بود. درسته که توی کلیپی گفتم غذای مونده نخورید، ولی بعضی وقتا غذای مونده میخورم دیگه. به خودم گفتم نخورید و این خوشمزه شده بود. خب خب یه گرم زیتون بیتن از اون چیزا بیار ببینید. ستمون هم سبز باشه، ستمون هم سبز باشه. بچه ها میخواستم صبحونه بخورم. من صبحونه رو خیلی دوست دارم. بچه هم آخه اون اگه صبحونه رو بخورم دیگه این برنج رو نمیخورم. با ترشی چرا نمیخوریم؟ یه ترشی بود احمد آورده بود برای من، گفته بود یه خانمی که باهاش دوسته میره خونش، بعد کامپیوترش رو درست میکنه، اسم مستوره، خیلی وقتا خیلی چیزا داده، نمیدونم مربا با گلابی برم. ترشیش هم داد، امتحان کردم دم خوشم نیمد. این دفعه اومدم گفتم من احمد این ترشی رو نمیخوام، ترشی مستوره رو میخواد، گفت آره بده ببر. ترشی ندارم. دارم فکر میکنم فوزی هم به من ترشی داد. خلاصه ماست دست و اینو خیلی دوست دارم. هدا میاد هدا رو بهتون بگم، من فکر میکردم هدا دو سه روزی بمونه پیش احمد. احمدم دیشب گفت من میبرمش میگردونمش بلا اینا، گفتم خب دیگه حالا هر موقعی که اومدم. امروز دیدم که سحر با هدا به من زنگ زدن دوتایی، بعدن که گفتم بچه ها اگه کار واجبی دارید بگید وگرنه من میخوام برم ورزش کنم، گفتم نه خیلی واجب نیست. بعدن که کارم تموم شده بود منگرآوردی خوشمزه، یکم لوبیا سبز داشتم توی فریزرم، یه تفت دادم 5 تا پیاز کوچولو، پیازهای مختلف داشتم اونا رو هم تفت دادم، 4-5 تا بودن. یکم بادوم و نمیدونم از این نوعی که آدم میخوره خوشش نمیاد، گفتم من اینا رو چیکار کنم نندازمشون دور، گفتم بذار تو فریزر یه موقعی استفاده میکنیم. بادوم، پسته، این بادومه، پسته، فندق، یه انقدر بود تو فریزر، اونم اومدم تفت دادم. بعد زعفرون با ادویه پلویی و لوبیا فلان خودش شد یه دونه قابلی پلوی من در آوردی. آها ما میگیم فریزر، فریزره باش، فریزر
باش یاد گرفتم. ما میگفتیم فریزر. همش از شما در حال یاد گرفتن این دیگه. خدا. بعدن دیدم که خدا گفت من امشب میخوام بیام پیش تو. گفتم بیا. خدا امشب میاد پیش من. سیاوش، بیژن احمدی. بیژن احمدی هم صبح زنگ زد گفت زیبا تو میای؟ گفتم نه. گفت من میخواستم اگه تو میری. گفتم اما چه ربطی داره؟ شما میخواییم خدا رو ببینیم، احمد هم که دوست دارید، برید دیگه. گفت باشه. سیاوش و بیژن احمدی قرار بود برن خونه احمد خدا رو ببینیم. اصلا دیروز این جشنه اصلا فکر نمی کردم اینقدر از اون غذاهایی که من دوست دارم، غذاهای سر، غذا که نبود، همین ساندویچ هایی که خیلی دوست دارم، وای اینقدر خوشمزه بودن. همش حواسم به این لایو و اینا بود، نتونستم زیاد بخورم. چند تا خوردم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-8 تا بیشتر نخوردم. 4-5 تا هم شیرینی خوردم. نرمال میتونستم از اونا 2 برابر بخورم. انقدر خوشمزه. چقدر خوب درست کرده بودن. آفرین. با یه پسری آشنا شدم، توماس، که مسلمون شده بود، سنی. خیلی هم از شیعه بعدش میمد. میگفت شیعه که نمونش ایرانه باعث شده که آدم ها از دین برگردن. گفتم شما هم نمونش طالبانید دیگه، زیاد. بعد تعریف میکرد که خیلی بامزه شد با این. گفت من اسمم عبدالله کردم. گفتم خواهش میکنم بذار من همون توماس صدا کنم. خواهش میکنم با عبدالله بس مونم، ول کن دیگه. ریشاش اینجوری اونجوری اینجوری. حالا بهش گفتم اگه بیا با هم دیگه با من حاضری مصاحبه کنیم. گفت نمیدونم، حالا شماره به هم دادی. گفتم با زنا دست میدی؟ گفت آره. گفتم با من دست دادی اول که اومدی؟ گفت فکر کنم. گفتش بعضی موقع با زنا دست میدم. منم تو مترو بودم. گفتم الان دست بده ببینم. چلو همه دستشو دراز کرد با من دست. گفتم مالا خوبه یه دیگه ده. خوشمزه. میگه عبدالله. خب نه من عبدالله صدات نمی کنم. من بهش بودم کنم منم زینب. گفت من اول کمونیست بودم. گفتم منم اول کمونیست بودم بعد زینب شدم.
اومد گفت منو زین کدم زینب منو صدا نکنی، خود صدا نکن، بذار کسای دیگه صدا کن. تو منو صدا کنی از موضع اینه که دیگه خیلی مذهبی هستی، وگرنه کسای دیگه که زینب صدا میکنم ما میگیم زینب صدا کنش کنم. خیلی جالب بود جلسه دیروز، یه ساعت هم طول نکشید، یه ساعت بیشتر هم نبودیم. بسیار خوراکیاش خوب بود. یه دونه خوراکی اینو برداشتم، یه دونه از اونایی که مثل سوشی بود برای هدا. تو خونه احمد هم این مواظب بودم، گفتم رضا تو اینو نخور یا برای هدا نگه داشتم. هدا برای شام نه، هدا غذا میخوره میاد دیگه، احتمالا شاید برای منم غذا بیاره، برای من دیگه نیازی ندارم. از صبح میخواستم صبحونه بخورم دیگه، این اولین وعدم شد، وعده غذاییم شد. البته من خیلی صبحونه رو بیشتر دوستم، من صبحونه رو خیلی دوستم. غذا لوبیا پلوی من در آوردی بدون گوشت، تو اومده باشو بیا. الان تو پیج سحر محبوبه لایف گذاشته بود با سحر، عالی بود. محبوبه که منو بلاک کرده اومده بود با سحر لایف گذاشته. حسن بدرقه اومده وسایل گروگانگیری ترانه رو به پس داد. خوشم اومد تو لایف، منت بر ما گذاشت. هدا به سحر میگفتش که من دیشب تمام وجودم میخواست با زیبا برگرده، بیاد پیش زیبا. بعد ولی نتونستم بگم. کار خوبی کرد که موند اونجا. این که میگه یونجه، اتفاقا از یونجه من ندارم الان. یونجه یه غذای خیلی خوبیه. یه دونه فلت سالات هست که اونم در واقع خانواده یونجه است دیگه. ب
بسیار بسیار سبزی خوشمزه‌ایه. اگه داشتم حتما میخوردم. حالا این حرفی بود که سحر نقل قول کرد از خدا، حالا واقعی یا غیر واقعی. تو هم خوردی اونجا؟ خوشمزه است. آره خیلی هم میگن تو ایران میخورن سبزی و یه سبزی هست گزنه. شاید فکر کنه همه به عنوان علف هرزه. بسیار سبزی خوبیه، همون که میزنه کلی هم بدنتون میسوزونه. گزنه میگزه، همون گزش هاش خیلی خوبه، کلی فایده داره. یه ضرب المثلی هست تو آلمانیا، میگن بچه هایی که توی گزنه بزرگ شدن هیچ وقت مریض نمیشن. بیا میگه با قراکرو تا بچه ها من اینو درست کنم، یه سر بزنم به این ببینم که چجوری میشه. من خبر ندارم، چقدر خوشمزه شد چون توش یه ذرم عسل بود، مثل حالت شیرین پلو شد. این بشقاب نیست، این در واقع دیسته، ولی دیدم که برنجش کمه دیگه، چرا دیگه بشقاب کثیف کنم، تو همین میخورم، وگرنه خیلی بزرگه. کون بادومه این الان میخورمش. چرا با قاشق نمیخوره؟ 25 سال پیش که اومده بودم اینجا دیدم خواهرم با اینجور کارد و چنگال میخوره. اینا نگاه کن، شوهر خواهرم با قاشق میخوره. خب من که با قاشق میخوردم، خودم دیدم با چنگاله امتحان کنم ببینم. بعد دیدم وای چقدر خوبه، دیگه عادت هم شد با چنگال، کارد و چنگال. ایران که برگشته بودم هر جا میرفتم مشکل همین کارد رو داشتم، بعد میگفتم یه کارد بر من بیارم، نمک بیارم. امروز جمعه
هزاره. سیاوش قرار بود بیاد خونه احمد و هدا رو ببینه، اومده یا نیومده نمیدونه، ولی هدا گفتش زنگ زده گفته میام. از غذا برای خودمون، نه بابا این غذا که مال برای خدا بود، این غذا برای خدا. اونجا غذا میخوره میاد. دیشب هم سالاد خوردیم، رضا درست کرده بود. رضا 5 سال پیش، رضا تازه اومده بود خونه احمد، وقتی هدا اومد رضا بود. الان که اومد دوباره رضا رو دید، دوتایی با هم داشتن حرف میزدن. بعد رضا دیگه دکتراشو گرفته، پاس آلمانیشو گرفته، خلی حرف داشتن برای هم دیگه. خدا یه روانیه باید بستری بشه، میاد اینجا بستری میشه دیگه، ما اتاقم بهش میدم. ما خودمونم بر روانی هست. خیلی خوب بود. دیشب رفتم دم کل احمد گزی با اینا، گفتم گفت سنگین نیست، پنیر این گوجه فرنگی نمیدونم چی نون نداری، نمیدونم سبزی، خیار، لیمو، زنجبیل. دادا بودم، حالا احتمالا کلی چیزم میده احمد خدا بیاره، خوشم میاد دیگه، خوشم با خدا میاد. آسمون قشنگه. یکی گفت دوغ بخور. دوغ من معمولا با غذا که اینجوری میخورم مایات نمیخورم. این چقدر جالب شده، خیلی خوش آمده. از این بعد همه زنجبیلام که یه ذره کهنه بشه این کارو میکنم، میدازمشم تو عسل. تو بیا برو اون بر، تو بیا اونجا، خیلی خوشمزه بودی. جریان علی اردبیل چه خونه داشتن میدادم. برو وحید خونه کلید از خواهرم بگیر فلان، برو اونجا بمون. وحیدم آفرین بهش گفت، اول با زیبا یه ویدیو کال کنم. نه من نمیخوام با کسی روبرو بشم. آفرین وحید، این خیلی خوبه که الان دارن خیلی خونه هاشون رو در اختیار ما قرار میدن، خیلی خوبه، نقطه شروع خیلی خوبیه برای تصاحب قلب ها. دارن نقطه ایه که نوید خیلی خوبیه به عنوان
ناختی شد دسر، الان فهمیدم یه چیز خوشمزه میخوام بخورم. صبر کنم. به عنوان دسر مانگو میخورم. مانگو الان همه میگم برای خدا نگه دار، برای خدا نگه دار. من برای کسی نگه نمیدارم. هر کس در هر زمانی که اومد هر آنچه که باشه میخورم. اولین بار ماستش خیلی خوبه. بعد من گفتم که وحید من اصلا چند تا شب من یه ویس های پر میکنم. این که نمیخواد ما رو ببینه، از اینجا بلنشی بری اردبیل داستان رویا تکرار بشه. حالا این دفعه تو جنگل موندی، تلیه ماشین داشت، ماشین داد فلان، اونجا بری آقا و خانم از شما ناراحت بشن، یه دفعه بلاکت کنن. تمام. گفتم من بذار یه ویس هایی بدم، ویس دادم. بعد گفتم که چون پیج وحید رو بهش دسترسی داشتم، گفتم برم ببینم تو دایرکتش اینا کی هم. بعد رفتم دیدم که گفت ماره زیبا رو ما 5 ساله میشناسیم، بیا برو اردبیل نمیاد، بیا برو. رفتم پیجش دیدم از این ماشینالات و فلان، پیجش هست دیگه، تو کانال پیجش هست. حالا برکن اینم نیستم، اینقدر خوشم اومده از این ماسته. یکم از این میرزم، بعدا آب میزم، بعدا میخورم. شدم اما خوب. تحریک برنگیش بذاریم اینجا. زنجبیل و عسل. اونایی که میگن اینا نمیدونم روزم فلان اینا، امروز یه جمله خیلی قشنگ از چیز دیدم، صادق هدایت گفت این همه آدمایی که غذا ندارن و فلان اینها، شما میرید جلوشو میخورین، هیچی هیچ کس به شما هیچی نمیگه. صادق هدایت گفته اون کسایی که با اراده خودشون غذا هم دارن ولی با اراده خودشون الان میخوان برای یه ساعتهایی غذا نخورن، جلوی اونا میگید چیزی نخورن. ببینید دیگه شما کی هستید. واقعا صادق هدایت عجب جملات جالبی داشت. چوبه نعنا. دماغم مستیه. راست میگید، راست میگید، دماغم بخورید. مرسی که گفتید دماغت مستیه. از خدا بگو، خدا خودش امروز میاد میگه دیگه. خلاصه این آقای خانم اردبیلی با چند تا ویس ما، با گذاشتن آیدی اینستاگرامشون، اول گفتن این چیه، چرا آیدی اینستاگرام ما رو گذاشتی، کجا گذاشتید، مردم هی دارن به ما پیام میدن. گفتم آماده باشید دیگه، این اتفاقی در آینده میخواد بیفته، الان بیفته دیگه. خلاصه هم چتاشو پاک کرد، هم زن و شوهر
وحید رو بلاک کردن. یه خانم دیگه هم که این نعناس، چوب نعناس، اونا در حال فکره، گفته مهمون اومد خونه ما. به اونم گفتم شما لایف میذارید، اومدن وحیدم با پسرتون آشنا کن اول قبل از اینکه بیاد. نه بیا حالا، فکر نکنم مسئله ای داشته باشه. وحید از چالوس بلنش بره سانندج که فکر نکنم مسئله ای داشته باشه. فکر نکنم نمیشه که، اول بذار با پسرت که پیونم پسر 22 ساله کرد، بعدم یاد که نه مادر این کیه اون کیه، حسین این حرفا نداریم بابا. از اول مشخص کن پسرت اگه پذیرفته تو یه مرد دیگر رو دعوت کنی، من نشه مثل اون دنیا. حالا دنیا دوتا دنیا بود دیگه، فکر کنم دنیا بود دیگه توی از آنکارا به وحید میگفت وحید بیا اینجا بمون فلان بهما. دوتا دختر داشت، یه دخترش هم تصادف کرده بود فوت کرده بود، دختراش کوچولو بودن. حالا اون نیومده منصرف شد، خیلی این خوشمزه بود. از این به بعد این کارو میکنم، ماستم میذارم به این زنجبیل، زنجبیل اصل. هم برو اونجا و هنوز سیر نشدم. مانگو رو بخورم. ولی خوردن مانگو یه تشکیلات لازم داریم. عزیزم بیا مانگو رو بخوریم ببینیم. نیامیده اینو فوزی اون دوتا مانگوش گستی با این مانگوهای من فرق داره. حالا ببینیم این هم از اون مانگوهای لاستیکیه یا اینکه، فکر کنم از اون که یه بار آورده بود. انبه آره چاقو سامورایه، این چاقو مال نونه. نمیشه مال فوزیه، خیلی بهتر بود. فوزیه جنس چیزه، جنس شناس احمد هم جور برداشته. به احمد باید بگم احمد مانگوهای آها از مانگوس. آره پوستشو بکنه احتر. بچه شما نگران خدا نباشید، برای خدا همه چی هست. اینا خوب نیستم، اینا از همون لاستیکی هست. مانگولا مال فوزیه خوب بود.
اینا فکر کنم برای پختنه، تا خوردن. اینایی که بچه ها گفتن سبزشون برای این سبز بود دیگه. اصلا خوشمزه نیست. خوب شد خوردمش، دیگه بدتر میشه. این مانگوها رو باید وقتی میخریم زرد باشه. ارخورجان اینا فکر کنم برای یکی نمیش، برای ترشیه. هی مانگو همون انبس. با شیر مخلوط کن، خیلی خوشمزه میشه. راست میگیم، بقیه رو میذارم الان برای شیرم ببینم. خب بمونم، زیاد حال نکردیم باش. نظر زدم من به دهنم، بمونم به بدن. والا اونقدر که زیبا هم بمیکنم، من اگه داشته باشم خیلی خوبه، ولی خوب همیشه که نیست. که فوزیه دید انبه رو من تو لایوش دیده بود، لایو دیده بود، گفت با من خوبش رو برات میام. با واقعا هم مال فوزیه خیلی خوب بود. دوباره که مال اونه که احمد آورده اونجور پلاستیکی لاستیکی در اومد. خب بریم این بر یه ذره بیایم اینجا سوالای شما رو جواب بدیم. اومد های به هایتون. خیار رو بیار، خیار دیگه رفت با سالات. نه این با گذاشتم برسه، رسیده. این اون دفعه هم که خیلی گذاشته بودم رسیده بود. نمیشه در مورد پاس آبی و نمیدونم اینجور چیزا و مهاجرت و اینجور مسائل من نه توضیح میدم نه در این رابطه ها به کسی کمکی میکنم. شما میتونید برید از کلی ایرانی هستن، بیا برید از ستاره بپرسید، ستاره تو این رابطه ها کمک میکنه. نکنه سیر شدی؟ نه بابا الان سیرم نشده. سایز سینه هامو نمیدونم چنده. اینو میگه بیار دیگه، این بمونه برای سالات. با بعد از شب سالات درست میکنیم. خدا اومد با گوجه و نفرت پراکنی هایی که دادن دارن بذارن به انجام بدن، اشکال نداره.
از کدوم عادل؟ عادلی که من رفته بودم اون بابا، اون عادل اصلا همون از همون روز دیگه آخرین پیام تموم شد، همون روز اومدیم بیرون. عادل دیگه رفت به تاریخچه پیوست. یکی دیگه، یکی از بچه ها یه چیز پرسه میخوادن. بچه دست هم بزنیم بشورم یه لحظه شیره ای. آره هنوز خب بیم با خدا میری هموم، شاید احتمالش زیاد، اگه بیاد که میرم باش، میرم اتفاقا بدم نیست. بچه عادل سخت کرد. آره دیگه، آره سخت شد. صورت خیلی زیبایی داری باش. ستاره هم که خبری ازش نیست، با ما ارتباط نده. باشه خوبه. تل نزنم؟ اتفاقا تل رو دوست دارم، راحت تر میکنه. عید دیدنی، ما اصلا هیچ وقت عید، اصلا عید دیدنی ما نداریم. ما اگه میخوایم بریم دیدنی کسی میریم دیدنشه. اصلا دیروز منم رفتم دیدم نه یک احمد به من گفت، نه وح، نه رضا، نه توی خونه احمد یه چیز، اصلا انگار نه انگار که عیده. ما اصلا هیچ چیزی به هم نگفتیم، همون عادی مثل همیشه بود. دنبسبی کوچولو یکم دیگه، یه بار کش جمع کردم یه دقیقه بعد افتاد، یکم دیگه خونه خودم هستم. خدا امشب میاد، میشه همون ساعت که خدا میاد لایو بذاری؟ اونو میگی میشه همیشه همین ساعت لایو داری؟ نه همین ساعت نه، امروز به خاطر اینکه دیگه خیلی لایو سحر شد، بعدش خیلی دیر پا شدم، خیلی خوب خوابیدم. هر روز برای ما عیده. چه زود سیر شدی؟ سیر نشدم که، سیر نشدم که، همین غذا دیگه نیستش، نیستش، تموم شد غذا. اونم که بخواستیم مانگو رو بخوریم دیدیم خوشمون نیومد، هنوز سیر نشد. یکی یکی هر کی منو بشناسه خودشون دور شد، دور شدن دیگه. هر کی، اینا که دارن میان دوباره مرحله بعدیشونه. خدا که 5 سال پیش از ما دور شد، رفت 5 سال بعد دوباره، الان دوباره اومده دیگه. چرا رضا رو میشناسه؟ چرا میره احمد رفتم باشه؟ همدیگر رو میشناسن دیگه. خونه من 51 متر کوادرات متر، متر مربع. برنامه برای مسافرت داری؟ بله، ولی بعد از اینکه حالا خدا رفت، بعدش چند روز بعدش بهار میاد، بهار با دخترش میاد، اونا هم 3 روز اینجا هستن. بعد از اون یه استراحتی میکنم، یه مسافرت برای احتمالا پیش این دبورا اینا برم. ماجرای فوت پدرتون چیه؟ نمیدونم ماجراش. اونایی که پدر منو میگم فوت شده، برو از اونا بپرس، من نمیدونم. اینجا گفتن، به خودشون هم تسلیت گفتن، خودشون هم گریه کردن، خودشون هم رفتن، تموم شد. انگار که پدر خودشون بوده، هم اومدم فوت، اعلام فوتشو کردن، هم قلب سیاه فرستادن، هم گریه کردم رفتن، تموم شد. من نمیدونم ماجراش چی. پولم میدن؟ کی پول میده؟ نمیدونم. زیبا ترکی اینجا که الان 4 روز بهار اومد، خدا عشق همچنین. نفهمدم چی بقیه شدم. صبحونه خوب دیدم دیگه، صبح گذشته بود دیگه، دیدم این نونو دارم بوتر بخورم. زیبا پدرت بمیره خبرشو بشنوی چه حالی میشی؟ مگه خبرشو ندادم به ما؟ اینا ای گفتن، ما گفتیم خب مرگم به
یه چیز طبیعیه دیگه، اتفاقیه که میفته دیگه. من تا حالا نه از مرگ کسی نمیدونم بیام گریه کنم، اوه تسلیت میگم، آی فلان 63 سالم شد، من تا حالا این کار یادم نمیاد این کار کرده باشم. مرگ یه بخشی از زندگی دیگه، طبعا خیلی هم بخش خوبیه. خیلی از من میپرسن از مرگ نمیترسی؟ میگم بذار بیا اصلا مرگ نباشه، اصلا حیات نیست، یه بخش دو روی سکه است دیگه زندگی. و این چوبای نعنا رو میخورم، خوبه. چوبای این چیزم میخورم، اینا رو گذاشته بودم بندازم دوب میخورم. عید کجا بوده؟ من هر جایی که عید عید و غیر عید نداره، مثل ماه رمضون مثلا، ما از ماه رمضون نداریم. پدر چند سالشه؟ پدر من 30 سال از من بزرگتر، 93 سالش هستش، کاناداست. زیبا اعتقاد به پا قدم داری؟ پا قدم چیه؟ پا قدم، قدم میذاره؟ خب اعتقاد نداره که، پای دیگه قدمشو میاره دیگه، اعتقاد نداره، هست دیگه. پا قدمش خوبه، پا قدمش بده، پا قدمش فلان اینا، من به اینا هیچ وقت فکر نکردم. هر کسی انرژی موجودی خودشو داره. حالا شما بگید پا قدم، پا دست، پا فلان، هر چی میخواییم بگیم بگید. من اینجور چیزا رو استفاده نکردم، تا حالا هم نگفتم بگید وای چه پا قدمت خوب بود، چی چی بود خوب. همه خوبن دیگه، همه خوبن، حتی اونی که منفی از نظر شما هست باز همونم خوبه. حالا شما هی بیایید بگید که وای این اومد اینجا این گلدونه شکست، بابا شکست که شکست شیم، این یه بخشی از حیات دیگه. پدر مادر چرا رفتن کانادا؟ خیلی وقته، خیلی قبل از من. من 25 ساله که اومدم آلمان، اونا 40-50 سال پیش. نمیری پیش نوری؟ آه اتفاقا سوال خوبیه، شاید رفتیم. حالا بذار ببینیم، شاید رفتیم. اه چه خوب، شاید با خدا رفتیم پیش نوری. نوری خیلی خوبه خونه، اونجا بریم یه ذره تخم مرغ بخوریم، چه فکر خوبی. شاید رفتیم. آره خانواده نگو زیبا، به هم از خانواده نگو زیبا به هم میریزیم. نه بگو بابا چی بگو، چه تو به هم ریختن ها تموم شد دیگه، چندین بار ما خاطرات رو گفتیم به هم ریختیم تموم شد دیگه، دیگه چند بار به هم بریزیم. حالا دیگه مثلا فرض کن فوت کردن، خب ما فوت میکنیم، من فوت کردم شما بخندید. عکسشون رو بذار ببینیم، عکس شما برید تو کانالای من بزنید، پدر مادر زیبا ناوک میاد دیگه، تو همین پیج منم هست، یه ذره برید پایین 10 بار عکسشون رو گذاشت. نوری تحویل نمیگیره، خب نگیره خب نمیریم دیگه، مجبور که نیستش که. هر کسی ببینم، یکی میتونه تحویل بگیره یکی میتونه نگیره. خب واقعیت الان مثلا این آقا ما رو تحویل نگرفت، رویای زاهد ما رو تحویل نگرفت، بلاکمون کرد. خب چیه حالا؟ چه بشین مرثیه خونی کنیم؟ تحویل نگرفت، نگرفت. حالا اگه نوری هم تحویلمون نگرفت، زندگی ادامه داره. چی میکنی؟ نه من میبینم قبرتو، وقت من میخوایی بگی من میرم رو قبرت، اگه قبری باشه، من قبری ندارم. اتفاقا من اعتقاد، من توی وصیت خودم نوشتم منو بدن
به چیز اگه قبر داشتم برو برین. فکر کردی مثلا یه کسی که میرینه روی قبر خیلی اون ناراحت میشه، اصلا ماها دیگه میریم تبدیل میشیم به خاک، به همون گو هم تبدیل میشیم، یه بخشی از اونم به چیز. شما الان گو چیز کنید کوچیه، همون خاک دیگه، با خاک قاطی کنیم یه ساعت بعد همونه. کمپوست حیوانی یا انسانی یا کمپوست هایی که درست میکنن از گیاهان و اینا، از چه به خاک تبدیل میشه دیگه، ما هم به خاک تبدیل میشیم. حالا برو بری، اشکال نه، اتفاق خوبه. خاک تمام اینا الان دارن همین کمپوست انسانی رو تبدیل تغییر میکنن، بد نیستش که. آهان اون آقا که چوپان بود و عاشق تو شده بود، کدوم چیز جون دلم که بود رسول، اونم دیگه عشقایی از کزپه رنگی بود، اونم رفت دنبال مشروب خوریش دیگه، دید که نه بین مشروب و زیبانا و کدوم انتخاب بکنه، دید اون بهتره. زیبا وصیت کردی به سوزنان، نه من گفتم منو بدن، جسد منو بدن به اولا که ارگانای خودم رو هدیه کردم، دوم این که جسد منو بدم به دانشگاه ها و اینا استفاده کنم، هر استفاده ای میکنم. بعدش هم این که بدم به اصلا به عنوان ناشناس، اصلا قبر مب چه مسخره است برای من، برم به خاک تبدیل بشم، به این حیات، به هوا، به فلان. حالا حتما مثلا زیبا ناوک کیه مگه؟ بعد از مرگ آدم مثلا فراموش میشه میره، اون چه که میمونه دوباره اون اثراتیه که تو انسان ها هست، وگرنه خود منم هر روز میمیرم زنده میشم دیگه. بیا اینو میخورم، میره زنده میکنه، دوباره تبدیل میشه، این ناخونا فلان مو نه همش میره مرگ دیگه. همون مویی که شما انقدر اینجا دوستش دارید فردا وقتی میریزید دور میریزید تو سطل آشغال، همون مویی که دیروز دوستش داشتی. پس ما تبدیل میشیم به همه چی. صبحونه رو خوردم دیگه، صبحونه رو نهار رو با هم خوردم. واقعا فلسفه قبرستون ها مرده پرستی و اینا رو واقعا مسخره است دیگه. قبرا باید اصلا یه روزی، قبرستون ها الان بساطه، بازاره برای سرمایه داری. نون نداری امروز؟ چرا نون دارم، نون گذاشتم زیر برنج دیگه، تعدیق شد. اگه نباشی من خیلی حوصله هم سرم. چرا همه هستن الان دیگه حوصله؟ چی میزه میخواد بگه؟ دیدم الان تقاضا داده، ندیده بودم. وحید هستی؟ ندیده بودم الان، ببینیم اگه. خیلی صبور و بزرگ. چیزی اینا الان این حرفا که میزنن الان مثلا ریدم به قبرت، ما میگه خب برین دیگه، اشکال اگه قبری هست برین آروم بشید دقیقا. فقط بعدش اگه قبری بود، من که قبری نخواهم داشت و ندارم، اما اگه قبری بود ریدی بعدا خب بشورش تمیز باشه، چون من که مردم نمیفهمم اگه اونجا باشه. ولی اونهای دیگه میان تو رو میگیرن جریمه هم باید بدی و کلی هم کتک میخوری سر این مسئله. از بیشتر به فکر خودت باش، وگرنه ما وحید نیستش؟ آن تقاضا داده بود دیدم. آها وحید آن ایبله، نوشت آن ایبه، میخواد بیاد سب یه پیام بده. وحید پیام بده. آخه الان اسم شوهر جلال جمال، واقعا طرف میاد میرینه، خب ما که اونجا هیچی نمیزمید، میان میگیرنش دیگه، میان یه کتکی هم میخوره.
حداقل بعدش بشور، تمیز کن و دیگه کمپوست بشه. اگه قبری داشتیم باش. بود. بعید نمیدونه بید. نمیدونم چرا آنه بر شده. خدا میاد دیگه، امشب میاد خونه من. کی با خدا لایو میذاریم؟ هر وقت بخواد میذاریم دیگه. دوباره تقاضا داد، بذار ببینیم اگه شد. اسمشون رو از تو شناسنامه هم پاک کردم. خب اگه تونستن از شناسنامه خودشون پدر مادر من منو پاک کنن که خوب کار کردن. برای ما که پاک شدیم، نه ما با اونایی، نه در واقع خوبه دیگه، به نفعشون. اگه تونستن پولی بدن، کاری بکنن که ما مثلا مثلا از شناس رامشون پاک بشون، مسئله این نیست. خوب کاری کردن، آزادن. من تا حالا بهشون هیچ وقت، چند سال های ساله بهشون هیچ وقت نگفتم من دختر شما، شما باید. سال هاست که این کلمه رو به کار نبود. بزن راحت باشن دیگه، وقتی نمیخوان نمیخوان دیگه، چیه هی مجبورشون بکنیم که برای ما کاری بکنن؟ نه، برم به خودشون برسن، راحت راحت باشن، زندگی خوشن رو بکنن بدون من. ما برای خودمون، اونا برای خودشون. خب غذا رو خوردیم، خوشمزه بود. مانگو خوب نبود، ماست خیلی خوب بود. بعد دیگه بچه دیگه ما میریم. مرسی، تا بعد دیگه، بای بای.